درود بر شما. 12 آبان ماه 1402 خورشیدی و 3 نوامبر 2023 میلادی. امشب در صفحه آخر به روایت حکومتی جانباختن آرمیتا گراوند میپردازیم و بعد به فساد قضایی و مالی کبیر موتور که موتورسیکلت های تریل در اختیار نیروهای سرکوب خیابانی میذاره. پرده آخرم آخر برم. داغ خبر قتل فجیع داریوش مهرجویی که خبر جان باختن آرمیتا گراوند منتشر میشه. بعد از 28 روز به اغما رفتن آرمیتا گراوند، چنان که اعلام شد، رسانه های حکومت هفته پیش اعلام کردند که او درگذشته است. خبرگزاری دولت ایرنا 6 آبان یه ویدیو گذاشت و این متن رو زیرش نوشت که متن مشترکی است که برای همه رسانه ها فرستاده شده. تهران، ایرنا، آرمیتا گراوند، دختر دانش آموز تهرانی که اوائل مهر امسال هنگام عزیمت به مدرسه در ایستگاه مترو میدان شهدا دچار افت فشار و بیهوشی شده بود، پس از به ثمر ننشستن معالجات گسترده پزشکی و 28 روز بستری در بخش مراقبت های ویژه درگذشت. یه ویدیوی 2 دقیقه‌ای هم گذاشته که عرض کردم مشترک همشون رو دست هم گذاشتن، که تیکه های از ویدیوهایی است که در طول 28 روز گذشته حکومت منتشر کرد از مترو و ویدیوهای تقطیع شده از مترو و پدر مادر آرمیتا و دو تا دوستای آرمیتا که میگن تو بیمارستان با مامان بابای آرمیتا دیدیمش، همه چی خوبه و اینا. قاعدتاً هر وقت متن و فیلمی رو عیناً رسانه‌های ایران از رو دستم منتشر می‌کنن، مال سازمان‌های اطلاعاتیه که بهشون داده شده و موظفن این کارو بکنن. هیچ اصالت خبری نداره. اینو که عرض می‌کنم، هم روزنامه‌نگارا می‌دونن، بارها گفتم تو این برنامه، هم مدیران رسانه‌ها، چه خودشون دستشون تو کار باشه چه تحت فشار حکومت باشن. حتما دیدین دیگه تو روایت حکومت چند نفر از جمله پدر مادر آرمیتا میگن همه چی همون طوری که روایت رسمی میگه. همه مردم هم با شک و سوء ظن به همه این حرفا گوش میدن و نگاه میکنن. با این وجود همونطور که در لابلای صحبت مسئولان گاه فاشگویی های ناخواسته میشه، تو گزارش رسانه ها هم فاشگویی بسا ناخواستگاه اتفاق میفته. مثال خبرنگار اعتماد با چند تا از همکلاسی های آرمیتا تونست مصاحبه کنه که درباره اتفاقی که برای آرمیتا در مترو افتاد گفتند همون که همه میدونیم و شنیدیم. همه چی رو میدونیم و شنیدیم. خبرنگار اعتماد میپرسه که چه اتفاقی برای آرمیتا افتاد؟ همکلاسیش میگه که همونی که همه دیدیم و شنیدیم دیگه. میدونیم و شنیدیم، ببخشید. همه چی رو میدونیم و شنیدیم؟ مگه غیر از اینه که با هر کی حرف میزنی میگه طفلی رو کشتن چون حجاب اجباری نداشت؟ ببینین، اینا همه با تمام تمهیداتیه که جمهوری اسلامی بر رسانه‌ها اعمال کرده در ایران، حال دستش که به ما نمیرسه، اعمال کرده که بتونه کنترل کنه فضای رسانه‌ای رو در این رابطه. باز مثال، روزنامه شرق که به روزنامه اصلاح طلب معروفه و 20 ساله که عمر داره، حالا یکی دو بارم توقیف شده، در این طور حوادث که به تریش قبای کل نظام اسلامی برمیخوره، البته سعی میکنه گزک نده
این بار یک هفته بعد از حادثه‌ای که برای آرمیتا در مترو به وجود میاد، دروغ‌های حکومت رو تکرار میکنه، البته با ادبیات اصلاح طلبانه و حتی مردم گرایانه. من نمیدونم اون پشت پسله چه معامله هست نیست بین آقای شرق و حکومت، مخصوصا که خبرنگاران شجاع شرق و همیهن که البته قبلا او هم در شرق کار میکرد، هر دو صرفا به دلیل کار حرفه‌ایشون، روایت درستشون از چگونگی قتل مهسا ژینا امینی افتادن زندان که در جریانش هستین. اما به هر حال مردم نگاه نمی کنن چه چیزی اون پشت و فصله بین مدیران مسئول حکومت و تحت فشارن، مدیران مسئول چجوری بینشون مثلا با حکومت چه میگذره فلان، این چیزها رو مردم نتیجه کار رو میبینن. ببینین، اول از نگاه مردم روزنامه شرق می نویسه که روایت رسمی و توضیح مسئولین رو مردم باور نمی کنن چون به روایت های رسمی بی اعتمادن. بعد می نویسه با توجه به گذشته یک هفته از حادثه، این مال یک هفته بعد از حادثه که در مترو به وجود میاد، یعنی 20 روز قبل از اعلام درگذشت آرمیتا، با توجه به گذشت یک هفته از حادثه و ادامه فضای مهالود حول داستان تلخ آرمیتا، بالاخره فرصتی فراهم شد تا فیلم کامل همه دوربین‌های مترو برای بخشی از خبرنگاران به نمایش درآید. چرا بخشی از خبرنگاران؟ چرا شما را انتخاب کردن آقای شرق؟ چرا برای مردم نمایش نمیدن؟ چرا رو سایت پلیس یا مترو تهران یا هر جا که میتونه در دسترس عموم باشه، وبسایت مترو در دسترس عموم هست، چرا اونجا نمیذارن این فیلم کاملو؟ شرق در ادامه مطلع مفصلش نوشته با توجه به یک ساعت فیلمی که از زوایای مختلف در روز حادثه ضبط شده، چند نکته اساسی میتواند مورد توجه قرار گیرد. یک، طبق آنچه در هفته‌های گذشته در مترو شاهد هستیم، مأموران پلیس و آمران به حجاب یا بیرون ایستگاه می‌ایستند یا قبل از گیت ورودی، حتی در سکو یا داخل واگن‌ها این حجاب‌بانان حضور رسمی تاکنون نداشتند. این که میگم بعض وقتا میزنه بیرون، مثلا حضور رسمی نداشته، حضور رسمی، حضور غیر رسمی خب میتونن داشته باشن دیگه، این یعنی حضور غیر رسمی دارن حجاب بانان. بنابراین اگر تذکر حجابی برای آرمیتا رخ داده، باید در محدودی بیرون ایستگاه یا قبل از گیت ورودی باشد. دو، یکی از ابهامات مهمی که تأکید بسیاری روی آن بوده، احتمال حضور مأمور یا آمر به معروف داخل واگن و احتمال تقطیع فیلم است که در فیلم کامل به نمایش در آمده برای اصحاب رسانه، یعنی برای خبرنگار شرق، صحنه قابل حذفی به معنای سانسور وجود نداشت. آرمیتا در سلامت کامل با آرامش مسیر ورودی تا سکو را طی کرد و حدود 3 دقیقه هم در مغازه داخل مترو در حال خرید بود. در این مسیر توقف خاصی هم نداشت. 3، از نکات مهم فیلم که با کوتاه‌سازی حذف شده، زبان بدن آرمیتا است. میگه همین یه ساعت رو کوتاه کرده، چیزی نیست که سانسور کرده باشه. زبان بدن آرمیتا است. او در تمام مدت که منتظر دوستانش است، رفتاری که حاوی وجود تنش، نگرانی یا استرس، مانند راه رفتن یا صحبت کردن با اطرافیان غیره باشد، از خود بروز نداد. خب که چی منظور؟ مگه قبل از اینکه اون حادثه در واگن مترو براش پیش بیاد، قرار بود استرس داشته باشه، نمیتونم ناراحتی داشته باشه، نگرانی داشته باشه، که چی این چرت و پرت؟ همینجوری 4-5-6 میره تا 7. یکی از دلایل اقناع نشدن افکار عمومی به پخش نشدن فیلم واگن قطار 134 باز میگردد، شماره اون مترویی که واگن توش بود.
که اگر در 4 ثانیه که آرمیتا رفته تو و افتاده زمین، در 4 یا زدن بهش، که اگر در 4 ثانیه اتفاق خاصی رخ نداده، چرا تصاویر پخش نشده است؟ میگه این سوال عمومی، دلایل اقناع نشدن افکار عمومی، چرا اون فیلم واقعیت این است که همه واگن‌های قطار مجهز به دوربین فیلم برداری نیستن. قطار 134 هم متاسفانه از این دست قطارها بوده و با توجه به حضور خبرنگار شرق، این نکته قابل تأکید است که دوربینی در این واگن‌ها نبوده است. این با توجه به حضور خبرنگار شرق، این نکته قابل تأکید است که دوربینی در واگن‌ها نبوده است. منظور مجوزی است که به روزنامه شرق دادن تا مثلا واگن مربوطه در مترو رو بررسی کنه، خبرنگارش ببینه دوربین داره یا نداره، بعد بیاد به من و شما گزارش بده. حالا به اون میرسیم. فارس، خبرگزاری سپاه، یک گزارش مفصلی میزنه از آنچه بر اساس روایت حکومت اتفاق افتاده و آنچه رسانه‌های معاند به امت مسلمان و انقلابی ایران و البته خارج القا میکنن. نوشته است فارس: در مقابل ادعاهای بی سند رسانه‌های معاند، رسانه‌های ایرانی با انواع مختلف فیلم، مصاحبه و شهادت شاهدان عینی ثابت کردند که هیچ برخوردی با آرمیتا صورت نگرفته و او به ناگهان بیهوش شده است. این موضوع علاوه بر مصاحبه پدر و مادر و دوستانی که همراه آرمیتا بودند، توسط یکی از شاهدان عینی ماجرا تأیید شد. نکته جالب آنکه گفته های این شاهد عینی در صفحه شخصیش در اینستاگرام به طور خودجوش منتشر شد و مصاحبه با رسانه های دولتی نبود که بگویند تحت فشار بوده است. ببینید این بدبخت ها چون چقدر تحت فشارن که این آن میگن. حالا ببینید شما این صفحه شخصی اینستاگرام این شاهد عینی رو ببینیم. بله، ببینین همینو فارس چاپ کرده، نوشته چی؟ نوشته اون لباس، وجدانم اجازه نمیده سکوت کنم، اون لباس سفیده منم و کسی هم که رو زمین افتاده آرمیتاست. لحظه ای که از حال رفت کنارش بودم. راستشون تایم صبح گشت ارشادی تو واگن خانوما نبود. خب شرق نوشته بود که اصلا گشت ارشادی تو واگونا نبود و نیست دیگه، عصر و صبح نداره که اون تایم صبح راستش گشت ارشادی نبود و رو دست هم می نویسین یا بنا به فرموده می نویسین هم اقلا درست بنویسین، اقلا گاف ندین. حالا فیلمی رو ببینین که تو همین گزارش فارس آمده، اینو دیدین دیگه، اون خانم سفیده. فیلمی رو ببینین که تو همین گزارش فارس اومده، تو همین گزارش مفصل. در این فیلم که از روز اول به عنوان فیلم دوربین‌های مداربسته مترو در رسانه‌های حکومت منتشر شد، 4 تا خانم رو می‌بینین که آرمیتا رو از واگن میارن بیرون، می‌خوابونن رو زمین. هیچ کدوم لباس سفید، نه لباس سفیده نیست. ببین. دیدین حالا اون لباس سفید منم دوباره ببینین. بله، بعدن مثل چند نفر دیگه که رو سکوی ایستگاه دور آرمیتا جمع میشن آمده ایستاده. اون فیلم ها دیدین دیگه. باری فارس نوشته یکی دیگر از مواردی که از سوی رسانه‌های معاند و مخالفین نظام به طور مکرر مطرح می‌شد این بود که چرا فیلم داخل واگنی را که آرمیتا در آن بیهوش شده منتشر نمی‌کنند. این در حالی است که از همان ابتدا اعلام شده بود قطاری که آرمیتا در آن بیهوش شده است دارای دوربین نیست تا بتوان فیلم آن را منتشر کرد. با این حال اندکی بعد مسئولین مربوطه خبرنگاران را برای بازدید به همان قطاری که آرمیتا در آن بیهوش شده بود بردند. شماره قطاری که در فیلم لحظه بیهوش شدن مشخص بود با شماره قطاری که خبرنگاران از آن بازدید کردند یکسان بود و ثابت شد که این قطار فاقد دوربین است. جالب آنکه این گزارش توسط خبرنگار روزنامه شرق تهیه شد، نه یک خبرنگار
دولتی و انقلابی. اینجاست اون اشاره مطلب روزنامه شرق به مجوزی که به خبرنگار شرق دادن برای مثلا بررسی واگن. حالا ببینید، دوربین تو قطار ما داخل قطار نداشتیم، قطار سری 100 و قطار 134 فاقد دوربینه. خب فکت نامه حالا متاسفانه فرصتی نیست، من باید یه بار این فکت نامه رو درست معرفی بکنم که یکی از پایگاه‌های تحقیقی درست اینترنتی است و افتخارآمیز که ایرانی‌ها را انداختن و بعدن حالا در یه برنامه مفصل بهش میپردازم که امیدوارم دسترسی بتونیم به اینترنت داشته باشین و از طریق فکت‌نامه به خیلی از حقایق دست پیدا بکنید. بسیار زحمت میکشن کسانی که تو فکت‌نامه کار میکنن. باری فکت‌نامه در پاسخ به این پرسش که مترو تهران چند سری قطار دارد، وقتی این اتفاقا میفته 8 سری قطارهای موجود در شبکه قطارهای شهری رو معرفی میکنه، از سری 1100 که بهش میگن 100 تا 1800. بعد سری 100 رو معرفی میکنه که حکومت از زبان راننده مترو و کارشناس و بازجو خبرنگارش میگه متروی که آرمیتا سواره شد از سری 100 بود. متروی که آرمیتا سوار شد این بود، درست؟ میگن این از سری 100 که دوربین نداره. حالا ببینیم مترو سری 100 چه شکلیه. هم تو سایت مترو تهران هست، هم فکت‌نامه نوشته است. قطارهای حالا اینا سری 100 توضیحش هم داریم میبینین دیگه، دقیقا از روی سایت مترو تهران هم برداشته شده. قطارهای سری 100 در واقع همان مجموعه CHEM 1100 است که در فاصله سالهای 75 تا 80 حدود 294 واگن از آن به شبکه مترو تهران تزریق شد. این قطارها در زمان ساخت فاقد دوربین‌های مداربسته بودند. این سری 100. جستجوهای فکت‌نامه و انطباق تصاویر موجود از قطار شماره 134 که آرمیتا در آن بوده با مدل‌های گوناگون قطارهای مترو در تهران نشان می‌دهد این قطار مطمئناً متعلق به مدل 1200 یا همان TVM-EM 1200 است. می‌بینین دیگه، سریشو بیارین نشون بدین، سری جدیدو که بله ببینین اینا اون سری 100 رو قبلا دیدین، اینا سری TVM-EM 1200 یا سری 1200 که قطاری که مترویی که آرمیتا سوار شده بود از این سریه، شماره 134 که خب این سری و سری های دیگه مترو رو عرض کردم میتونین رو خود سایت تهران واگن ببینین. من دیگه جزئیات و بیش از این وقتتون نمیگیرم، همه مشخصات همه سری های مترو تهران اونجا هست. و تازه خود خبرگزاری دولت 12 سال پیش اعلام کرده که این سری واگن های مترو همه دوربین دارن، از جمله واگن خواهران به قول برادران. خبرگزاری جمهوری اسلامی 23 فروردین 90، مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران عمومه گفت تمام واگن‌های قطارهای جدید مترو و همچنین واگن‌های بانوان به دوربین مداربسته مجهز است و تصاویر مسافران از طریق کابین راننده یا راهبر مشاهده می‌شود. هر قطار مترو مجهز به 14 دوربین مداربسته بوده و در هر واگن 2 دوربین نصب شده است. این دوربین ها دارای قابلیت بالایی هستند و علاوه بر نشان دادن تصاویر مسافران قابلیت ثبت و مستندسازی بالایی را نیز دارند. با این وجود، با وجود همه این داستان، شهردار تهران همین زاکانی همین 17 مهر 1402 میگه از بیخ تو واگن‌های مترو دوربینی وجود نداره.
جلسه گذاشتیم قرار شد از طریق شورا ان شاء الله این مسیر رو داخلش وجود نداره. نه توی ایستگاه ها هست ولی نه داخل. این یکی اصلا پرته نه آدم میگه پر روه یا بگه پرته، مثل بقیه شون نمیاد بگه تو این واگن خاص که روش حساسیت هست دوربین نبوده، مثل بقیه شون بیاد اینو بگه. ها تو دروغی بگه، مثلا میگه اصلا داخل واگن مترو دوربین نیست، این شهردار پاتخته. دیوار کله باری. در تمام 28 روزی که آرمیتا گراوند در بیمارستان بود هیچ رسانه ای رو غیر از سیمای آقایون که زیر نظر رهبر معظم اداره می شود و رئیسش رو او می گمارد نذاشتن با بستگان آرمیتا صحبت کنن، حتی بهشون نزدیک بشن. چرا؟ اگه این دختر گلو نکشتین شما چرا نذاشتین؟ چرا نمیذارین هر خبرنگاری که بخواد با پدر و مادرش و با بستگان صحبت کنه مستقل از شما در خلوت؟ چرا تمام مدتی که آرمیتا تو بیمارستان بود نذاشتین یه خبرنگار غیر سیمای خودتون بره بهش سر بزنه گزارش تهیه کنه، با پرسنل بیمارستان و پزشکا و پرستارایی که بهش میرسن صحبت کنه، اصلا ببینه زنده است یا شما مرگ مغزیشو بارها با فاصله چند روز تو رسانه هاتون اعلام میکنین تا هم واکنش جامعه رو بسنجین از ترستون، هم التهاب و خشم عمومی از شنیدن ناگهانی خبر درگذشتشو تا حد ممکن کم بکنین. چرا جامعه رو میبندین که هیچکی هیچی غیر از آنچه شما میگین نشنبه؟ میترسین لو برین؟ حتی از مراسم خاک سپاری آرمیتا ترسیدین، با عجله مثل مغول ریختین مردم داغدار رو کتک زدین انداختنشون زندان، از جمله نسرین ستوده وکیل دادگستری و حقوق بشر. روز بعد از بازداشت، روز بعد از خاک سپاری آرمیتا و بازداشت بیش از 50 نفر از جمله نسرین ستوده، رسانه‌های حکومت دوباره مثل ضربه خوردن آرمیتا، مثل اون آغاز، یک ویدیوی مشترک 15 ثانیه‌ای پخش کردن با یه متن مشترک همشون. تیتر متن اینه: تصاویر اقدامات نسرین ستوده برای آشوب در تدفین آرمیتا گراوند. زیرش نوشته، زیر این تصویر نوشته: تصاویری از نسرین ستوده که به طور ناشناس در مراسم دفن آرمیتا گراوند در حال برنامه ریزی برای آشوب است منتشر شده است. نسرین ستوده با هوشیاری نهادهای امنیتی بازداشت شد. ببینین تصاویری که توی این 15 ثانیه همه جا گفتم منتشر کردن، این تصاویر رو ببینین که برنامه ریزی برای آشوب. ببینین شما دیدین دیگه، خانم ستوده داشت آشوب را مینداخت. من برای اون دروغ گفتن و وقیح بودن اینا واقعا دیگه مسئله نیست، برای شما مسئله نیست، این ذات این حکومته. مسئله اینه که مخاطب این دروغای آشکار کیه؟ اینا این چیزها رو برای کی منتشر میکنن؟ کی اینا رو باور میکنه؟ یه بار دیگه ببینیم تصاویر اقدامات نسرین ستوده برای آشوب در تدفین آرمیتا گراوند. Oh, my God.
ببینین حکومتی که با این ویدیو که دو بار دیدین به مردم میخواد بگه اونی که اینجاست آشوبگره و مامورای ما با هوشیاری دستگیرش کردن، مشکلش هم با آزادی است هم با شعور و دانش و فرهنگ. مردمو کر و کور و پذیرنده هر مزخرفی دونستن، یعنی بیخبری مطلق از همون مردم. آقای رضا خندان همسر نسرین ستوده سه‌شنبه پیش تو صفحه فیسبوکش نوشت: طی تماسی که امروز سه‌شنبه با نسرین داشتم معلوم شد او که در اعتراض به خشونت و ضرب و شتمی که در هنگام بازداشت کرده بودند به مدت 2 روز اعتصاب غذا و دارو کرده بود، از دیشب به اعتصاب غذایش پایان داده است. حمله ماموران به مراسم تشییع و خاک سپاری آرمیتا سازماندهی شده و از قبل برنامه ریزی شده بود. این را برخی از بازداشت شده ها قبل از حمله و در حاشیه مراسم از گفتگوهای مأمورین شنیده بودند. حمله و ضرب و شتم به شرکت کنندگان مراسم بسیار شدیدتر از چیزی بوده که در اخبار آمده است. آنها شرکت کنندگان را پس از کتککاری از پا گرفته و مسیر طولانی را کشان کشان روی سنگ های قبرستان با خود برده اند. حدود 50 نفر در یک زمان بدون اینکه جمعیت شعار بدهند یا حرکت خاصی بکنند به طرف شرکت کنندگان حمله کرده اند. دست کم 4 نفر از اقوام نزدیک آرمیتا با فامیلی گراوند جزو بازداشت شده ها بودند که در بازداشتگاه سعی کردند آنها را شناسایی و آزاد کنند. تعداد بازداشت شدگان بسیار زیاد بوده است، اما پس از آزادی عده زیادی از آنها همکنون 23 نفر از زنان بازداشت شده در زندان قرچک هستند. تعداد مردان بازداشتی کمتر از زنان بوده که همه آنها به زندان تهران بزرگ منتقل شدند. برای همه آنان قرار وثیقه صادر شده، اما از پذیرش وثیقه از خانواده ها به دلایل مختلف جلوگیری می شود. نسرین بد به ورود به زندان متوجه آثار کبودی نبوده، اما بعداً متوجه کبودی در قسمت‌های مختلف بدنش شده است. به دلیل ضربه‌های متعدد به سر دچار سردرد شده است. نسرین ستوده پیش از اینکه اعلام بشود که آرمیتا گراوند جان باخته، جایزه شجاعت مدنی را از بنیاد ترین در آمریکا دریافت کرد. این بنیاد در بزرگداشت الکساندر سولجنیتسین، برنده نوبل ادبی و نویسنده روس در دوره اتحاد شوروی و افشا کننده جنایت‌های استالین در آثارش، بیش از 3 دهه است که جایزه‌ای که به نام الکساندر سولجنیتسین داده می‌شود، جایزه شهامت مدنی، بیش از 3 دهه است که در این زمینه فعالیت میکنه. نسرین ستوده در پیام ویدیویی که به مراسم اعطای جایزه فرستاد و پخش شد در مراسم، جایزش رو تقدیم کرد به آرمیتا گراوند و مادر آرمیتا. در پایان ضمن بیزاری جستن از خشونتی که علیه هنرمندان در ایران جاری است که در قتل داریوش مهرجویی و همسرش تجلی یافت، جایزه خود را به آرمیتا گراوند و مادرش تقدیم می کنم. آرمیتا دختر جوانی که به خاطر حجاب اجباری مورد خشونت فیزیکی قرار گرفت و اکنون در کما به سر می برد. شاید آرزوی من برای بازگشت آرمیتا به زندگی برآورده شود. روز خاکسپاری آرمیتا گراوند در ضمن 1 سال شدن بازداشت توماج صالحی بود. کانون مدافعان حقوق بشر نوشته است: نسرین ستوده وکیل مدافع حقوق بشر در سال روز بازداشت توماج صالحی، هنرمند معترض، با انتشار یادداشت کوتاهی خواستار آزادی او و تمام دیگر زندانیان سیاسی شد. این وکیل دادگستری خود روز یکشنبه 7 آبان در جریان مراسم خاکسپاری جاوید نام آرمیتا گراوند همراه با چندین فعال مدنی دیگر بازداشت شد. نسرین ستوده در این یادداشت نوشته است: اینجا ایران است، هنر در بند است، هنرمندان در بندند. توماج هم از این رو در زندان است که هنرمند است. وکالت در بند است و از این رو وکلا در بندند. خبر در بند است و از این رو خبرنگاران در بندند. دانش در بند است و پزشکان و دانشمندان محیط زیست ما در بندند.
در یک کلمه زندگی در بند است. زندانیان سیاسی را که اشکال مختلف زندگی ما هستند آزاد کنید. ببینید، یک نکته رو من لازمه اشاره بکنم. ممکنه یه عده بگن خب خودتون هم دارین میگین همه چیز در بند است، آرمیتار هم کشتن، هیچ کی صداش در نیامد، ریختن مردم تو خیابون. خب که چی؟ این عبارت رو در یک ماه گذشته بارها شنیدیم، از وقتی که آرمیتا افتاد بیمارستان، مخصوصا وقتی که اعلام شد که درگذشته است، بارها شنیدیم. و انتظار این که وقتی درگذشته آرمیتا اعلام بشه مردم میریزن تو خیابون. یه نکته رو عرض کردم، بزنیم بگم و بعد بریم قسمت بعدی برنامه. هیچ وقت رویدادهای مشابه نتایج مشابه ندارن. اگر اینو ندونیم دچار ناامیدی و سرخوردگی در حتی زندگی شخصیمون میشیم. هم از تجربه خودمون در این 45 سال فهمیدیم اینو، هم اگه یکم فکر کنیم به دلیل تفاوت نتایج رویدادهای مشابه میرسیم. تفاوت شرایط 1401 با امروز، هم شرایط داخلی هم شرایط بین المللی. یک فیلسوف معروفی حتما شنیدین دیگه، هراکلیتوس، فیلسوف یونانی 2500 سال پیش، جمله معروفش رو میگه در یک رودخانه دوبار نمیشه پا گذاشت. تمثیلی است از زمان که هر لحظه در گذر است و شرایطی که هر لحظه با شرایط لحظه پیش متفاوته. تاریخ همین 100 سال اخیر ایران فارغ از جهان به ما یاد داده که انتظار الگوبرداری تاریخ از خودش انتظاری است به کلی نادرست. یک چیزو با قطعیت می شود گفت، چون تجربه اینم داریم، اینکه خشم و حسرت و سوگ مردم از جان باختن آرمیتا و از این ستمهای فاشیستی هر روزه، اینا قطره هایی است که اندک اندک جمع میشه و باعث موج آینده انقلاب زن، زندگی، آزادی میشه. امشب میخوایم بپردازیم به شرکت های موتورسیکلت فروشی که با بسیج و سپاه کار میکنن و البته خیلی از موتوراشون ممکنه زیر پای من و شما هم باشه، زیر پای و اگه اعلام تخفیف بکنن زود ثبت نام هم بکنین و برین موتور رو بگیرین. شرکت های نیرو موتور، نیکران، جهان رو و از همه مهمتر کبیر موتور که بیشتر موتورهای تریل T2 که زیر پای مزدوران حکومت تو سرکوبای خیابونی است و نمونش دارین میبینین، از این نوع موتوره. کبیر موتور فقط یه فروشنده نیست، همکار نیروهای سرکوبه و کلی امتیاز قضایی و مالی برای خودش دست و پا کرده که در خدمت آقای فریبرز کلانتری هستیم. آقای فریبرز کلانتری عزیز، خوش آمدید به امشب صفحه آخر. ممنون، مرسی، باز در خدمتتون هستیم. ببینید، موتور سیکلت های نیروهای سرکوب از کجا میان و شرکت هاش محدوده دیگه، خیلی زیاد نیست. شرکت هایی که این موتور ها رو در اختیار این نیروها میذارن چه امتیاز ها و راند هایی دارن؟ عرض کنم نه تنها شرکت های موتورسازی که نقش ویژه‌ای داشتن و در صدر اونها هم همین شرکت کبیر موتور بود که بیشترین تأمین کننده به خصوص از همین مدلی که شما اشاره کردید، مدل وسرا تریلشون، برای نیروهایی که حالا چه نیروهای ایگان ویژه تو ناجا فراجا و چه نیروهای بسیج و سپاه اینا به اصطلاح در اختیارشون قرار میداده، حالا با شرایط ویژه اینها. منتها یه نکته هست، هر کسی که من یه بررسی کردم در مورد اینهایی که در کمک میکردن و در سرکوب مردم، هر کدوم این شرکت ها رو یکم که بررسی کردیم، ما دیدیم اینها یک پرونده مملوز از فساد اقتصادی دارن و بی جهت نبوده که اینها اینگونه داشتن همراهی میکردن و این همراهی هم از به صدا برای رضای خدا نبوده. این موشی که میگرفتن در واقع برای این بوده که بتونن پرونده هاشون یه جوری ماسمالی کنن.
به یه نوعی من میخوام بگم که این پرونده که حویر موتور از اون پرونده عجیب قضاییه. من شاید فکر میکردم بعد از شعبده بازی قضایی که در پرونده 3000 میلیاردی مرحوم معافرید امیر خسروی انجام شد، دیگه ما شاید شاهد هیچ پرونده به این شعبده بازی نباشیم. اما با دیدن پرونده کبیر موتور تازه فهمیدم نه، تازه از اون دست بالاتر هم هست. پرونده‌ای که 17 سال پیش تشکیل شده و الان متهمین پرونده جز ابر میلیاردرهای کشور هستن. یعنی 17 سال پیش تخلف کردن در یک اقدام مجرمانه که شامل همه جور هم اتهام بوده، رشوه بوده توش، کلاهبرداری بوده، جعل اسناد بوده، هر نوع جرمی بگی بی توش انجادم تو حوزه اقتصادی، و تونستن 200 میلیون دلار پول رو از شبکه بانکی خارج کنن و تازه بعد 17 سال به این پرونده که رسیدگی واقعی نشده مثل همه پرونده های دیگه، متهم اصلی الان به عنوان ابر میلیاردر داره فعالیت میکنه. هر روزم به میمنت این با یکی از همین سردارهای فراجا عکس یادگاری میگیره. یعنی با تقریبا من نگاه که میکردم با همشون هم گرفتن استوری کردن دیگه. یعنی سردار رحیمی بود، ساجد نیا بود، نمیدونم هادیانفر بود، مقیمی بود، همه سردارای سر یک کلکسیون تصویر داشتن اینا. اما داستان چجوریه؟ ببینید خانواده، حالا میرسیم به اصل موضوع، من شب خانواده آقای رضایی دو تا برادر بودن. ببین اینا که اصفهانی هستن، سراغ سروش اصفهان اگر به خاطر بیانن، این در واقع تعمیر موتور و موتور فروشه برادران رضایی، عبدالحسین و عباس علی، تقریبا همه میشناسن اینا. تو دهه 70 یکم پیشرفت میکنن، میشن بنکدار فروش موتور. اونجا یه شخصی بوده به عنوان سلطان فروش موتور اینا به نام رجب علی، اینا نماینده آقای رجب علی میشن. این دهه 70 اینا، یعنی این دو تا، این دو تا داداشی که عبدالحسین و عباس علی، عبدالحسین و عباس علی، بعد حالا اتفاقا بعد این عبدالحسین و عباس علی رضایی، رضایی این دو تا با هم برادرن. خب این دو تا اونجا یه مغازه داشتن به عنوان برادران رضایی و کارشون این بوده. یه قصه ای هم حالا شما برید تو سایتشون تعریف میکنن. این قصه نن من غریبم بازی تقریبا مشترکه تو تمام این مفسدین اقتصادی بعد از انقلاب، همین کوخنشینایی که کاخنشین شدن. اینا میگن نمیدونم ما کارگری کردیم، زحمت کشیدیم، یکی میگه من چرخ داشتم آلاسکا میفروختم، یکی میگه مسقطی میفروختم، یه دفعه من شدم سلطان بستنی، یه دفعه من شدم سلطان شیرینی، اینا هم یه دفعه میشن سلطان موتور کشور. یه قصه ای هم اونجا تعریف میکنن دیگه. اما پسران آقای عباس علی رضایی به همون نون کم و بیش آقای رجب علی هم قانع نبودن، برای همین میان یه تشکیل، یعنی یک شبکه درست میکنن در موازی اون دهه 80 به بعد. اینا میگن که ما میخوایم وارد تولید موتور بشیم و اینا. حالا میخوام ببینم اینا چه اتفاقی میفته. اینها میان به همراه اقوامشون سببی و نسبی، یعنی به سرکردگی آقای محسن رضایی پسر آقای عباس علی رضایی، یه شبکه تشکیل میدن. محمد آبدار توش هست که همسر در واقع خواهر، شوهر خواهر این هاست، خانم مینا رضایی، و آقای داریوش امانکی که در واقع برادرزن آقای محسن رضایی. اینها یه شبکه‌ای تشکیل میدن و با تقلب در LC، حالا اینا هم بهش میرسیم میگیم، و گرفتن تسهیلات ریالی از بانک ها، موفق میشن که 200 میلیون دلار از شبکه بانکی خارج کنن و بزنن به کار به اصطلاح سوداگری تو حوزه مسکن و اینها، که حالا این اسنادش هم نشون میدیم. یه اتفاق مهمی میفته، این پرونده معروف میشه موقع پرونده آبدارها، اینشالا جزئیاتی نمیاد بیرون ازش، بیشتر همین اسم آقای آبدار و محمد آبدار و برادراشون و اینها میاد بیرون، یا متهم فرعی دیگه، حالا می‌رسیم چه اتفاقی میفته.
اما یه اتفاق عجیبی که میفته، این پرونده که حوزه جرم مثلا جرم توی اصفهان شکل گرفته و انتقالش میدن به تهران، یه سند شماره یکمون که اگر ببینیم توش، اونجا ما شرح دادیم که پرونده آقای محسن رضایی به تشخیص میگه رئیس قوه قضاییه، بعدش میاد تو ذیلش میگه که شعبه 20 دیوان عالی کشور پرونده رو از شعبه 5 بازپرسی دادسرای انقلاب اصفهان دستور داده که انتقال بدید به شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران. اینجا یه اتفاق میفته، پرونده انتقال میده. اینم حالا یعنی سال 84-85 دیگه، یعنی دولت احمدی نژاد تازه اومده سر کار. ببینین همینجا نگهدارین، همینجا نگهدارین های کلانتری. این سندی که الان نشون دادیم که پرونده بعد از یک سال از اصفهان میاد تهران، یک، این چه پرونده یه؟ دو، چه اشکالی داره این کار؟ ببین پرونده، اولا که پرونده همین شبکه که پرونده که میگم معروف میشه به آبدارها، پرونده آبدارها، همین شبکه که آقای محسن رضایی سرشبکه اون بوده باید. این پرونده است. اما اشکالش اینه که اصلا جرم ببین در اصفهان انجام شده، یعنی شما که نمیتونی مثلا بری توی اصفهان مثلا دزدی کنی، بری توی اصفهان آدم کشی کنی، بعد بگن آقا پرونده شون چون ببریم توی تهران رسیدگی کنی. خب چرا این کار میکنن؟ چرا؟ توی این اسنادی که ما داریم میگن رئیس قوه قضاییه گفته به تشخیص رئیس قوه و حالا یه دستوری که از شعبه 20 دیوان. حالا جلوتر که بریم یه سری اسناد دیگه میسیم، قضیه اینجوری به همین سادگی هم نیست، چون یه سری مستندات دیگه هم هست که اونا رو ما شرح میدیم. کلهم اجمعین 17-18 دقیقه وقت داریم، ما بگوشیم وقت و مطالبی که میخواین توضیح بدین رو تنظیم کنین آقای کلانتری که نصف نیمه نذاریم. خواهش میکنم. بله بخشم. بعد یه اتفاق مهمی توی این پرونده که میاد، یه سند داریم، سند شماره 2، یه گزارش مهمی از مدیر کل اطلاعات اصفهان توش هست که نشون میده اینا چیکار میکردن. ببینید یکی این آقای محسن رضایی، یعنی یک شبکه اینا تشکیل داده بودن، یک شبکه چند لایه که متشکل بوده از شرکت‌های سوری متعدد که میگه ما 50 تاشو پیدا کردیم که 40 تاش قطعاً مال اینهاست و داخلی و خارجی، حالا خارجی بوده اون خارجی‌ها هم مواردش هست میگیم، اینها با این شبکه از طریق میگم گشایش LC یعنی اسناد اعتباری و تسهیلات ریالی تقریبا تمام بانک های اونجا هم زخمی کردن، بانک هایی که بودن تو اصفهان، بانک ملی بوده، صادرات، تجارت، ملت، یعنی بانک هایی که اصلا وجود داشت اون موقع دیگه، فقط بانک خون رو نرفته بودن که این بلا رو سرش بیارن، اونم نمیتونست این خدمات رو به اینا بده. اینها میان این کار میکنن، همین 200 میلیون دلاری که من میگم خارج میکنن، خارج که میکنن پرونده میاد کجا؟ پرونده رو میارن تهران. منتها یه اتفاقی میفته توی انتقال پرونده، توی انتقال پرونده یه اتفاقی میفته که اولا متهم‌ها جابجا میشن، ردیفای اتهامیشون، یعنی یه آقای به نام مهدی مسائلی که رئیس شعبه مرکزی بانک ملی بوده و کارشون بوده که رشوه میگرفته و حالا برای اینا گشایش اعتبار اسنادی میکرده یا تسهیلات ریالی میدونه یا هر چیزی میده، اینو میکنن متهم ردیف 1. مهدی مسائلی میشه متهم ردیف 1 پرونده، در حالی که یه آدمی بوده که تو ردهای بعدی از نهایت این رشوه می و کارچاکنی میکرده حالا با رشوه. و این آقای محسن رضایی میاد تو میشه متهم ردیف 6. و جالبتر اینه که تو این مراحل که میاد آقای محسن رضایی مثل تمام شب پرونده های فساد اقتصادی متواری میشه. آقای محسن رضایی که در این عکس هم میبینید سمت راستی هست و اون یکی هم بغلش آقای مجید رضایی معروف به شنتی ها برادرشونه، آقای محسن رضایی متهم اصلی پرونده یکی، نوع اتهامش جابجا میشه، میشه ردیف 6. یکی این که از کشور خارج میشه، یعنی متهم اصلی خارج میشه از کشور. و این
علت طولانی بودنم همینه و دیگه رسیدگی به پرونده هم که با کرامل کاتبینه دیگه. اما چرا میاد اونجا؟ ما گفتیم که حالا چرا این به چه دلیلی میاد در یک به چه دلیلی پرونده میاد تهران ببینید توی سند پنجم اون اگر نشون بدیم اونجا توی رأیی که دادگاه 68 شعبه 68 تجدید نظر صادر میکنه یه خیلی به صراحت میگه که میگه برخی از وکلای متهمین پا را فراتر نهاده و مدعی ارتباط با مقامات قضایی و امنیتی کشور هستند و توانایی و قدرت لازم را برای نقض رأی صادره را دارن. این چیزی که توی متن دادنامهش تجدید نظر شعبه 68 اومده. پایین تر میاد میگه که بعضی افرادی هم که حالا وابسته به بعضی از دستگاه دولتی هستن هم دخالت میکنن توی این پرونده. اما کی بوده؟ کدوم متهمین؟ ببینید تو سند پنج کدوم وکیل ببین تو سند 6 که نگاه کنیم ما اینجا دیدیم وکیل آقای محسن رضایی کیه؟ آقای جواد قدمی. حالا اینجا تازه یه ذره داره این چیز باز میشه. آقای جواد قدمی کیه؟ آقای جواد قدمی همونیه که در پرونده بانک ملی و خاوری تمام نشانه ها این بود که ایشون موجب شده که آقای خاوری فرار کنه از کشور. همون موقع هم همه میگفتن که ایشون یه نسبت فامیلی داره، در واقع شوهر خواهر آقای محسنی اژه‌ایه، که بعدم ایشون اومد با خبرگزاری مهر اولین بار مصاحبه کرد و اینا رو تکذیب کرد. اما در واقع میبینیم که نه اون پرونده، توی این پرونده با توجه به صحبت‌هایی که شعبه 68 تجدید نظر کرده و رأی هم داده و در ادامه رسیدگی به پرونده هم میبینیم که اتفاقا اینجا هم موفق بوده ایشون، هم داره توی دادنامه میگه، هم ایشون وکیل بوده و هم نتایجشو داریم میبینیم. واقعا چیز عجیبیه که رأی که میده، ببین شعبه یه بار شعبه رأی میده، شعبه 68 میگه آقا شما یعنی شعبه 68 میاد در واقع شعبه رأی شعبه کیفری 2 1192 شعبه کیفری 2 که رأی داده بوده به زندان و مجازات مالی اینها رو، یه بار میه اونها رو تایید میکنه شعبه 68 و این آقایونو به 6 سال زندان به علاوه حالا یه سری اتهامات یه جری جرایم مالی دیگه هم محکوم. دوباره اینا نمیدونم اعتراض میکنم. حالا الان سال 98 این بحثی که من میگم شعبده قضایی همینه دیگه، اینها میان پرونده آقای محسن رضایی اواخر 97 به 97 برمیگرده ایران، یه چند روزی ظاهرن ببینید 88 دیگه متواری شده، پرونده داره رسیدگی میشه، رفته 10 سال دیگه بوده توی دبی بوده، رفته تابعیت سنکیس گرفته، اونجا داشته زندگیشو میکرده، برمیگرده ایران، یه چند روز دارن سوری بازداشتش میکنن و دوباره پرونده نمیدونم چه اتفاقی میفته، میره دیوان نمیره دیوان یا میره دیوان ارجاع میدن به شعبه 67 تجدید نظر. یه سندی داریم، سند هفتم ما، این خیلی مهمه، پشت نویس رأی شعبه 67 تجدید نظره. شعبه تجدید نظر 67 یه رأی میده 6 سال زندان میکنه 4 سال، 2 سال کم میکنه. تاریخ رأیی که توی شعبه 67 دادن، یه رأی شعبه 68 داده، یکی 8-98 دیگه اونجا رأی داده، تجدید نظر تایید کرد. یه رأی شعبه 67 داده 26-4401 که دوباره همون تایید کرده، با این تفاوت که 6 سال زندان کرده 4 سال. اما در همین پشت‌نویس قضایی که زدن یه مقام قضایی کرده خیلی جالبه، میگه این آقای محسن رضایی 19-4400 عفو شده،
با توجه به نامه اینا نمیدونم چه نامه ای اصلا چجوری عفو شده. اصلا اگر عفو شده 19-4 چرا یک سال بعد تو 26-4 رأی داده شده براش؟ اصلا خیلی اصلا از شعبه هم گذشته، من نمیدونم این چیه. طبق این نامه اصلا... که داشتیم میدیدیم، آره 19-4-1400 طبق این نامه که داشتیم میدیدیم عفو شده آقای محسن رضایی که عکسش مکرر دیدیم. یعنی بدیهیات حقوق میگه که وقتی یک پرونده ای رأی داده شده به امر مختوم است تموم. چرا بعد یه سال بعد اون وقت میان رسیدگی کردی؟ رسیدگی به امر مختومه یعنی شما اینو برید به یه استاد حقوق بگید، به یه وکیل بگید، من نمیدونم اصلا به یه بچه بگید. بفرمایید آقای کلانتری، من سکوت میکنم، ادامه بدید. این که میگفتم شعبده اینه، این جایی که چیز کرده، یعنی اتفاق که افته. بدتر از این باید یه پرونده تشکیل شده برای اینها، برای احتکار 25,000 موتور باید یه پرونده دیگه است. یه سند 8 رو اگر نشون بدیم، یه استعلامی هست که شعبه چهارم ناحیه 22 تو اون سند 8 ما از سازمان، از معاونت در واقع حقوقی سازمان اطلاعات سپاه استعلام میکنه که میگه آقا یه پرونده از در مورد همین احتکار خودرو که اونو حالا تو اون سندای 9 و 10 بعدی که نشون میدیم، یه گزارشی که از دادسرای اصفهان اومده، خطاب به دیوان و شرح جزئیاتی که این احتکار موتوری که این شرکت همین کبیر موتور انجام داده در اون کارخونش در شهر رضای اصفهان و 25,000 موتور رو احتکار کرده. این پرونده هم تشکیل میدن، میاد تهران، دوباره میره اونجا. خیلی جالبه با همین نقل و انتقال و این نامه دو صفحه شداد و قلازی که هست که نوشتن آقا اینا 25,000 موتور اینجا احتکار کردن، این کارو کردن، رفتن بازرسی کردن، نمیدونم وزارت صمت بهشون مشکوکه، نمیدونم آگاهی شما آگاهی مثلا گزارش منفی داده، اینها نهایت اینه، اینو جمع میکنن یه چند نفر آدم علکی میگیرن میشه 10-15 تا موتور. این نتیجه نهایی این تا الانه، نمیدونم حالا رأی که ندادن، رأی یعنی احتکار 10-15 تا موتور، 10-15 تا موتور جمعش میکنن میرن. ببینید تازه میگم بگین فرصتمون کمه، خواهش میکنم. این تازه بخشای پرونده قضایی ایناست که انقدر پیچیده. میگم یه آدمی که اینجوری بوده، مفسد اقتصادی بوده، فرار میکنه، بعد 10 سال بر میگرده، دوباره میاد، دوباره میشه ابر میلیاردر، دوباره میاد وام میگیره. خیلی جالبه، دوباره میاد وام میگیره، تحصیلات میگیره که مثلا ما میخوایم بریم قطعات موتور تولید کنیم توی داخل، باتری موتور تولید کنیم، پول تحصیلات باتری موتور رو برمیدارم میبرن دوتا پنهاس میخوانن دوتا برادر بر خودشون. یکیش تو همین باغ ایرانیانه توی فرشته، یکیش هم توی زنبق توی زعفرانیه. یعنی پول تحصیلاتی که برای موتور و بین اینها تازه تو شبکه تولید چه افتضاحی انجام دادن. به اینا اومده اولا گفتن ما تولید کننده ایم. تولید کننده چی هن؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه موتوری که یه کله می آوردن اینجا فقط توی اون کارخونهشون مونتاژ میکردن، میگن نه ما تولید میکنیم. یه قانونی هم هست به اصطلاح، میگن شما اگر یه مثلا خودروی یا یه مثلا نیرو محرکه یا موتوری رو شما به صورت مثلا CKD بیاری، اگر 20% بیشتر از 20%، حالا 20% و نیم و یک حالا اینا دیگه فرق نمیکنه، تولید داخل باشه، این عوارضش کم میشه، خیلی از عوارضش کم میشه و اینا رو ترخیص میکنن به این اسم و میارن. در حالی که این کامل میومده اصلا اینم خیلی جوکه. شما نگاه کنید مثلا یه نامه هست که در واقع سند شماره 12 مون اگه نشون بدید، مدیر کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت زده و گفته این موتورایی که این کبیر موتور تولید میکنه 20% و نیمش تولید داخله. اما جالبتر اینه که یه سند دیگه، سند 11 ما داریم که یکی از این گزارش، یکی از مشاورات صنعت و مدیریت، این شرکتی هستن که گزارش میدن به وزارت صنعت در مورد یه محصول که اونا مثلا بعد تایید کنن که این 20% بیشتر هست تولید داخلش یا نه. اونجا میگه آقا 10% تولیده، 10% هم 10% آنم مونتاژ میباشد.
خیلی جالبه. یعنی 10% و نیم گفته 10% هم مونتاژ میشه. حالا نمیدونم چجوری این مونتاژ اومده تو وزارت صمت شده تولید، اینم نمیدونم. اینم یکی از شگردها و شیادیهای این دیگه ای که اینا انجام دادن و اصلا اینا تولید کننده نیستن واقعا. اینم یه سوال مهمه که میگن آقا اینا تولید کدوم تولید کننده؟ یه قلم 200 میلیون دلار فرمودید که کشیدن بیرون از بانک ها، و بعد دو نمونه هزینه هایی که سال 82-83 سال 82-83. خب بعد اون وقت این طرف، من میخوام یه جنبندی بکنم تو این یکی دو دقیقه های کلانتری. ببینین این طرف که در پرونده موسوم به آبدارها که سر ماجرای 200 میلیون دلار اینا براشون پرونده میزنن و بعد متهم ردیفه یک با توضیحاتی که شما فرمودین به هر حال از کشور خارج میشه، 10 سال نبوده، بعد بر میگرده، سال 1400 بهش عفو میدن یا تبرئه میشه نمیدونم، و بعد سال 1401 یه سال بعد از اینکه عفو میشه یا تبرئه میشه 1401 بهش 4 سال زندان میده. یعنی اون 6 سالی که قبل از عفو بودن بوده رو مثلا تخفیف میده، دادگاه تجدید نظر میکنه 4 سال. سوالم اینه کوتاه که آیا این آقا اون 4 سال حکمی که دادن چی شد؟ رفت 2 روز، 3 روز، 4 روز زندان یا اصلا زندان نرفت؟ اون حکم همینجوری دادن. ببین اینجا برمیگرده چند روز گفتم سوری بازداشتش میکنن به صورت ظاهری و بعد میاد ادامه فعالیت. آره با وثیقه میاد بیرون و ادامه فعالیت دیگه. بعدم که 1400 نوشته دیگه، من نمیدونم چجوری عفوشم کردن، یعنی اصلا بهش جایزه دادن دیگه، گفتن آقای محسن رضایی دست شما درد نکنه، شما 200 میلیون دلار اختلاس کردی، فرار کردی، رفتی پاسپورت سنکیس گرفتی، پولای مردم واسه بودی جزیره وسط دریای کارائیب، ما بهت حالا جایزه هم میدیم، عفوت هم میکنیم، برگشتی بعد 10 سال وای نستادی اینجا. بهش جایزه دادن دقیقاً. اما شما الان یه متهم عادی کافیه که یه 2 روز از زندان دره. اگه 10 روز زندان باشه اون زندانشو میکنن 1 سال به خاطر اون 2 روزی که در رفتی. اما اون 10 سال جایزه هم دادم. جایزه تأمین سفارش های بسیج و سپاه برای تأمین موتورسیکلت های تریل در سرکوب های خیابانیست. خب بدیهیست آیه کلانتری، ما این پرونده رو اینجا جمع میکنیم و باید به طور کلی این پرونده ها در خصوص ارتباطشون با سرکوب مردم بویژه که دم دست و مردم به روشنی میتونن تشخیص بدن بپردازیم. بازم مردم برن تریل بخرن از کبیر موتور. ممنونم آقای کلانتری، شبتون بخیر. بریم پرده آخر. خیلی ها تو سفرهای بیابانی و کوهستانی که همراه پیغمبر بودن دنبال این بودن که پیغمبر کی برای قضاء حاجت می رود، برون ببینن آیا از پیغمبر چیزی صادر شده، اگر شده مثل اون چه که از اونها صادر می شود هست، هیچی ندیدن. در بعضی از روایات دارد زمین مأمور بود که ببلعد. شب و روزگار خوش.